آمریکایی که به خاطر کشته شدن یک سربازش 9 دور گفتگوهای صلح افغانستان را متوقف کرد. حالا که 2 سربازش کشته و 6 سرباز دیگرش زخمی شده، واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ بیشتر در همین مورد بحث می‌کنم با آقای جنرال ظاهر عظیمی، آقای امور نظامی. آقای عظیمی، خیلی خوش آمدید. از درگیری امروز میان نیروهای امنیتی افغان و بالاخره نیروهای نظامی آمریکایی ناشی از چی بوده؟ به نام خدا، سلام به شما بیننده های نازنینتان، همکارایتان. خب چنین عملاتی معمولا عملات نفوذی گفته میشه که افراد در صفوف قوای امنیتی افغان یا قبل از شمولیت با یک سازماندهی بسیار دقیق اینا شامل ساخته میشن و یا در جریان وظیفه سعی میشه که استخدام بشن. تحقیقات گذشته نشان داده که بیشتر موارد کسانی بودند که در جریان وظیفه سعی شده که رابطه برقرار شه و استخدام شن و مورد استعمال قرار بگیرن. این نوع عملیات یکی از بهترین نوع عملیات است، چون با فیصدی نسبتاً مطمئنی طرف میتونه هدف مورد نظر خود نابود کنه و در این حال هدف هم یک هدف نسبتاً مهم می باشه و گاهی بسیار مهم و گاهی هم نسبتاً مهم. راه های پیشگیری از این نوع عملیات ها همیشه یک تعقیب دوامدار هست. یعنی ابتدا خواه اموساعات جغرافیایی که تاثیرگذاری بیشتری داره باید شناسایی بشه و باز به تعقیب او ساعت افرادی که از او ساعت هستن زیر نظر باشن، مخصوصا در ایام رخصتی و روزای تعطیل. باز وقت که یک مقدار مورد مثلا شک یا توجه قرار میگیرن، همیشه گفتگوهایش موبایلیشان رفت آمدهایشان تحت نظر گرفته بشه تا بتانین از این عملات جلوگیری کنیم. اما در مجموع میشه که بگین ضعف استخبارات. آقای عظیمی، این افراد نفوذی مربوط به کدام گروه بوده و بالاخره چی میخواست؟ هدف از این کار چی بوده؟ خب همونطوری که بارها از طریق رسانه ها گفته شده و از طریق رسانه شما هم گفته شده، اختلافات شدیدی در درون صفوف طالبان در رابطه با مذاکرات دوحه وجود داره. گروه یا گروه های مخالف از این گفتگوها هستند. تصورشان بر این هست که این جهاد مورد سوال میبره. ما سالها جنگینین و گفتین که به خاطر نابودی از اینا میجنگین، حالا با امرای همون کسانی که ما جاد علی از اونا رو آمدانستین برین گفتگو کنین، ای از لحاظ به اصطلاح ایدئولوژیک درست نیست. این گروه یک، دو، سه یا بیشتر یا کمتر باید باشه که سعی میکنن در چنین شرایطی از امکانات خود برای چنین اهداف استفاده کنن. اگه یادتون باشه شب گذشته بلمند هم یک موتر انتار کرد و باز به ننگرهار، ای در راستانه به توافق رسیدن طالبا با امریکایی‌ها به اصطلاح همو سبوتاج از او روید. چقدر میتونه امی روند؟ بخصوص چند قبل هم تحریک طالبان پاکستانی گفتن که شیخ خالد حقانی معاون تحریک طالبان پاکستان توسط نیروهای امنیتی درگیری که داشتن کشته شده و پاکستان امریکا دو طرف هر دو جنایی هستند که در صلح افغانستان دخیل هستند. چقدر میتونن روند صلح صدمه بزنه و مغلق بسازه این روند؟ خب تا جایی که دیده میشه طوری که اظهارات مسئولین ایالات متحده امریکا، شما اگر یک مرور بکنین، آقای خلیلزاد در یک از صحبت‌های خود گفت بخشی از طالبان همراه داعش خواهد رفتن. طبعا که چنین گفته او هم از زبان چنین دیپلمات کنکار تصرفی نمیتونه باشه. دیگه اظهار نظرهایی هم که صورت گرفته در گوشه و کنار جان این مورد اشاره شده و در این زمان امی وضعیتی هم که شما میبینیم چندین گروه خارجی در افغانستان است، القاعده است، داعش است، تندروهای داخل طالبا هستند. اینا شاید که در توافق طالبا جنای جدیدی تشکیل بدن که باز هم باعث ادامه جنگ خواهد. چقدر میتونه تهدید بیشتر بسازه و چقدر میتونه امیدهایی که برای تامین صلح وجود داره را از بین ببره؟ خب تا حد امیدها را برآورده میکنه، به خاطر از اینکه شما بخش عظیمی از طالبا را کشاندین یا به صلح کشاندین به صلح و تنشا پایین آمده
و بخشی هم رفته به طرف تندروا، داعش، القاعده و غیره. به این حساب شما یک مقدار انرژی کلانی را که علیه طالبان استفاده میکردین، انمو انرژی را میتونین علیه از اینا استفاده کنین که چند برابر میشه. و از طرفی هم خب ساعتی هم که طالبان هستن امن میشه، فضا آماده میشه از یک طرف برای ازی که بتونین وضعیت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روابط مردمی بهتر بسازیم، و هم از طرف دیگه توانایی‌ها بیشتر میشه که بتونیم علیه گروه های تندرو بجنگیم. قسمی که در مقدمه گفتم قبلا توسط یک بالاخره حمله طالبان در کابل یک سرباز آمریکایی کشته شد و این بار هم دو سربازشان کشته شده و شش سربازشان زخمی شده. در او بار گفتگوهای نو داود متوقف شد. در این بار چی فکر میکنین واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ خب باید منتظر بمانین که ببینین واکنش چیه. بسیار زوده که اظهار نظر کنین، اما تصور میشه که عکس العمل ایالات متحده امریکا حداقل شدید باشه، اما این شدت باعث قطع مذاکرات مثل گذشته میشه یا نمیشه، این رو باید منتظر بمانیم. من گمان نمی کنم که بشه. خیلی تشکر از حضورتان. خوش آمدید.